بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام دارم خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیون معراج. امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشیم و شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از سلسله درس های سواد آموزی از طریق تلویزیون معراج. امیدوارم که تا آخر بیننده برنامه سواد آموزی باشیم و از داشته های برنامه استفاده نمایید. عزیزانی که کدام نظر دارم بشه که نظریات نیک و سازنده خود را با ایدی تلگرام که زیر نویس صفحه تلویزیون شما خوبان قرار میگیره بر ما ارسال کنم. او تعداد از دوستانی که فرصت به تماشا کردن تلویزیون ندارم بشه که درسا را از کانال یوتیوب معراج بیننده باشم که از درس سواد آموزی عقب نمانم. عزیزان بیننده، قبل از اینکه ما و شما درس خوش شروع کنیم یک مرور کوتاهی با هم دیگر داریم. درس گذشته قسمی که شما سواد آموزان گرامی به جریانیم، در درس قبلی ما و شما چی با هم دیگر خوندیم؟ یک درسی داشتیم به ارتباط مادر، یعنی شعری داشتیم درباره وصف مادر. امید است که حتما شما بیننده های عزیز شعر خوانده باشیم چندین مرتبه و همچنین چندین بار او نوشته کرده باشیم و برای لغتان برای هر کدام یک جمله نوشته کرده باشیم و همچنین لغت ها را حتما از بر کرده باشیم. بازم عزیزان بیننده یادآور میشم کسانی که در خانه، در دفتر یا در محل کار، در هر کجایی که قرار داریم، عزیزانی که سواد دارن میشه که برای او تعداد از دوستا بگیم که بر شما املا بگم و شما بنویسیم، در اخیر کتابچه خود بدیم که چک کنم، شما راهنمایی کنم در قسمت درست نوشتن و درست خواندن بعضی از کلمات، تا انشالله در قسمت درست نویسی و درست خواندن کدام مشکلی شما عزیزان مواجه نشیم. عزیزان بیننده، درس خود شروع میکنیم. ما و شما امید است که حتما کتابچه و قلم داشته باشیم و تا آخر برنامه سواد آموزی تعقیب کنیم که انشاءالله از داشته های برنامه استفاده نمایید. میریم با هم دیگر درس خود شروع میکنیم. خب عزیزان، درسی داریم تحت عنوان حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پسر خطاب یار دوم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بودند. بعد از رحلت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به خلافت رسیدند، چون حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم لقبشان را فاروق گذاشتند و عمر فاروق مشهور شدند. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه در زمان خلافتشان با همه مردم آزاد صحبت می کردند و هر کس که آرزوی دیدنشان را می داشت به آسانی ایشان را دیده می توانست. خانه، لباس و خوراکشان از دیگران برتر نبود و همیشه از طرف شب به خانه ها و کوچه ها می رفتند تا از احوال مردم با خبر شوند و اگر مشکلاتی موجود بود آنها را کمک نمایند. عزیزان، درس ما و شما به ارتباط حضرت عمر فاروق میشه که درس را عزیزان بیننده بنویسیم و چندین بار میشه که تکرار کنیم، انشاءالله که ایره قشنگ یاد گیریم. ایره بنویسیم که با هم دیگر بریم ادامه از این درس خورده بخوانیم و مطالعه داشته باشیم. بازم به ادامه درس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. در زمان خلافتشان عدالت برقرار بود که تا امروز جهان اسلام به عدالتشان افتخار دارد، و اما بعد از 10 سال و 6 ماه خلافت از طرف یک شخص منافق به نام ابوالعلو با عمر 63 سالگی در وقت ادای نماز صبح مجروح گردیده به شهادت رسیدند. عزیزان، یک مرتبه دیگر هم تکرار میکنیم، باز میشه که شما بنویسیم. در زمان خلافتشان عدالت برقرار بود که تا امروز جهان اسلام به عدالتشان افتخار دارد، و اما بعد از 10 سال و 6 ماه خلافت از طرف یک شخص منافق به نام ابوالعلو به عمر 63 سالگی در وقت ادای نماز صبح مجروح گردیده به شهادت رسیدند. عزیزانی، درس ما و شما به ارتباط حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بود. میشه که درس قشنگ بنویسیم، لغت سخت از بین درس بیرون کنیم که اینا رو حتما یاد گیریم.
ایجان اگه سلاید نوشته کردیم، میریم با هم دیگه لغت ها درس میخوانیم، تکرار میکنیم و مینویسیم با هم دیگه. خب بیننده عزیز، میریم با هم دیگه لغت ها را میخوانیم، مینویسیم. میشه که شما عزیزان برای هر لغت یک جمله از پیش خود خوب بنویسیم و حتما حتما معنی لغت را از یاد میکنیم، یعنی حفظ میکنیم که قشنگ معنی لغت را هم یاد گیریم عزیزان. بر علاوه که لغت ها آخر درس مینویسیم، میشه که از لابلا درس هم اوتی داد لغت هایی که به نزد شما عزیزان مشکله یا ای که خوندن و نوشتن از بر شما کمی سخت‌تر تمام میشه، شک پاک نویس کنیم و برای هر کدام یک خط، دو خط یا سه خط بنویسیم تا اون لغت‌ها رو هم قشنگ یاد گیریم. میریم با هم دیگر عزیزان لغت‌ها رو می‌نویسیم. ما و شما داریم لغت معنی میریم با هم دیگر لغت‌ها رو می‌نویسیم. اولین لغت ما و شما بینندای عزیز چیه؟ فاروق. فاروق به معنای چی؟ به معنای فرق کننده. فاروق به معنای فرق کننده. فاروق به معنای فرق کننده. بعد داریم عدالت. خود عدالت به معنای چی؟ انصاف، برابری. عدالت به معنای انصاف. عدالت، انصاف. دیگه داریم بیننده عزیز ما و شما بزی قسمت می‌نویسیم. خلیفه، جانشین. داریم خلیفه به معنای جانشین. خلیفه به معنای جانشین. لغت بعدی ما و شما عزیزان هست لقب. لقب یعنی چی؟ نام صفتی. نام صفتی، میگیم صفت فلانی یا لقب فلانی چیه؟ نام صفتی. درست شد بیننده عزیز؟ ادامه لغت ها رو در پایین می‌نویسیم. دیگه داریم افتخار به معنای فخر کردن. افتخار، یعنی چی؟ یعنی افتخار، فخر کردن. افتخار، فخر کردن. نگه داریم مجروح، شکبیزی قسمت بنویسیم. مجروح به معنای زخمی. مجروح یعنی چی؟ یعنی زخمی. مجروح، زخمی. لغت بعدی ما و شما هست عزیزان رحلت. رحلت را به اینجا می نویسیم. رحلت یعنی از دنیا رفتن. قلم سیاه بنویسیم. از دنیا رفتن. خب بیننده عزیز، به هم لغت ها تکرار میکنیم. داریم لغت معنی فاروق به معنای فرق کننده، یعنی کارهای خوبت از هم فرق کردن، تفکیک کردن. عدالت به معنای انصاف، برابری، انصاف. دیگه داریم ما و شما خلیفه، جانشین. خلیفه، جانشین. لقب، نام صفتی، یعنی صفت فلانی چیه؟ امین، راستکار، صادق. لقب به معنای چی؟ نام صفتی. دیگه داریم افتخار به معنای فخر کردن. میگه من افتخار میکنم، یعنی می بالام، افتخار میکنم، فخر کردن. مجروح، زخمی. نمیگیم فلانی مجروح شده، یعنی زخمی شده. رحلت هم از دنیا رفتن. همه ما و شما رحلت میکنیم، یعنی از دنیا میریم. بیننده عزیز و سواد آموزان گرامی، رسیدیم به پایان یکی دیگر از سلسله درس های سواد آموزی. امیدوارم که درس ما و شما مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا درس بعدی، برنامه بعدی، خدا نیار و نگهدار شما. خوبان.